بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که زیباترین و کاملترین رابطه‌ای که امکان پذیر هست از طرف خدا و اولیاء خدا با بندگانش برقرار شده. خدا متعال رابطه‌ای رو که برقرار کرده با بندگانش، رابطه دوستی و رفاقت و رحمت و محبت هستش، رابطه زور و قلدری و اینجور چیزها، رابطه های خشنی نیست. این ملک خدایی داره که با دست مهربانش داره عالم رو مدیریت میکنه و تقدیرات رو خدایی داره رقم میزنه که بی نهایت نسبت به بندگانش محبت داره. اگه آدم این رو باور داشته باشه که چنین خدایی عالم رو مدیریت میکنه، طبیعتا تو زندگیش و تو باورهاش تأثیرات بسیار زیاده میگذاره. در یه روایتی تو اصول کافی هست که وقتی که حضرت آدم از بهشت رانده شد و خب ضرب شست شیطان رو چشید، به خدا متعال عرض کرد که خدایا شیطانی رو بر ما مسلط کردی که مثل خون در رگ و پی ما جاری هست، از نیت ما خبر داره، تعداد شیطان ها هم از ما انسان ها بیشتره، به ازای هر انسان دوتا شیطان هست، عمرشون هم خیلی طولانی تره، اونا مرگ و میر مثل ماها ندارن، گاهی موقع تا چند هزار سال عمرشون هستش، عمرشون هم طولانی تر هستش، از یه جهت هم قدرتشون بیشتر هستش که ما اونا رو نمیبینیم، اونا ما رو میبینن، شیطان رو و شیاطین رو. خدایا برای من و فرزندانم هم یه چیزی قرار بده. وقتی همچین دشمنی بر ما مسلطه، فجعلی شیئن، برای منم یه چیزی قرار بده. خدا متعال فرمود که یا آدم، برای تو و فرزندانت این رو قرار میدم که اگر کسی نیت کار خوب کرد من براش یه حسنه مینویسم، اما اگر اون کار خوب رو انجام داد من براش 10 تا مینویسم. من جا ابل حسنه فله عشر امثالها که در قرآنم اومده. اما از اون طرف اگر نیت گناه کرد براش نمی‌نویسم، نیت گناه گناه نیست، براش نمی‌نویسم، ولی اگر گناه رو انجام داد براش یه دونه فقط می‌نویسم. از اون طرف تو ناحیه خوبی‌ها 10 تا، تو ناحیه گناهان اگر گناه رو مرتکب شد براش یه دونه فقط می‌نویسم. تازه اونم تو روایات هست تا 7 ساعت کسی که خدای نکرده اگه مرتکب گناه بشه، تا 7 ساعت نوشته نمیشه تو نامه عمل، اجل له 7 ساعات، 7 ساعت بهش مهلت داده میشه، که بعضی از بزرگان ما گفتن شاید این 7 ساعت که اصلا تو نامه عمل نمیاد تا بعدن با توبه مثلا پاک بشه، اصلا تو نامه عمل نمیاد، شاید این 7 ساعت به خاطر این باشه که به یه نماز بخوره آدم، چون فاصله این نمازها اگه آدم سر وقت خودش بخونه معمولا بیشتر از 7 ساعت نیست، هر کدوم سر وقت، زور سر وقت، عصر سر وقت. البته نگید که خب اگه اینجوری عصر رو ما سر وقتش تو فضیلت عصر بخونیم، همین کاری که الان اهل سنت انجام میدن، میدونید این به هر حال هر کدوم سر جای اهل بیت به خاطر سهولت کار فرمودن میتونید ظهر و عصر رو با هم بخونید، مغرب و عشا رو با هم دیگه بخونید، و الا هر کدوم در وقت خودش خونده بشه او افضل هستش. و بازم عرض میکنم کسی نگی که خب پس من از این به بعد دیگه عصر رو دیگه در وقت خودش میخونم، وقت از جماعت میمونی، چون ما الان نمازهای جماعتمون با هم دیگه است، ظهر و عصرمون و مغرب و عشامون با هم، و این فضیلتش بیشتر از درک وقته. ولی به هر حال اگر هر کدوم از نمازها سر جای خودش خونده بشه، فاصله شون کمتر از 7 ساعت، معمولا این چنینه. وقت در آیه نماز تو سوره هود هست، در آیه نماز که خدا میفرماید اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، آخر آیه نماز خدا میفرماید حسنات سیئات رو از بین میبره. مهمترین حسن خود همین نمازی است که خوندی، یعنی اگه کسی به نماز برسه اون سیعه قبلش که تا نماز قبلی اون 7 ساعت اون بوده از بین میره. بعضی از بزرگان گفتن رو این جهت هستش که اگه کسی گناه بکنه تا 7 ساعت اصلا نوشته نمیشه،
چون به یه نماز بخوره، اون نماز باعث میشه که اون گناه کلن از بین بره. ولی در هر حال خدا فرمود که یا آدم، اگر کسی نیت گناه بکنه براش نمی‌نویسم، ولی اگر گناه رو مرتکب بشه براش یه دونه می‌نویسم. بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدایا رب فزد، باز بیشترش کن. خدا فرمود که یا آدم، برای تو و فرزندانت انسان‌های دیگه این رو قرار دادم که اگر همون یه گناهی رو هم که براشون نوشتم تا موقعی که چشمشون به ملک مرگ روشن نشده و او رو ندیدن اگر توبه بکنن، هر گناهی باشه همون گناه رو هم پاکش بکنن. بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدای بس، اونقدر رحمت فرستادی که اگر کسی بخواد استفاده بکنه دیگه به اندازه کافی هست، دیگه خودش بهره مند نشه، خب دیگه این مثل کسیست که وارد اقیانوس شده خشک برمیگرده، دیگه خودش مقصر. رحمت خدا عجیبی تو بعضی از روایات که باز عجیبتر از امام رضا علیه السلام روایته، این واقعا فوق‌العاده است. این باز تو اصول کافی و کتب دیگر ما هست. امام رضا علیه السلام فرمود که اگر کسی کار خوبی رو انجام بده ولی پنهان انجام بده، یه صدقه‌ای رو پنهان انجام بده، یه نمازی رو، نماز شبی رو مثلا بدون سر و صدا انجام بده، بالاخره مخفی و پنهان یه کار خیری رو انجام بده، المستتر بالحسنه له 70 ضعفاً، خدا 70 تا براش می‌نویسه، اون که پنهان هم باشه ها. والمضی، اونی که آشکار بکنه، خب همونی که تو قرآن گفته شده از 1 تا 10 براش می‌نویسن. اما از اون طرف مقصودم اینه، امام رضا علیه السلام فرمود المستتر بالسیئه، اگر کسی خدای نکرده گناهی مرتکب شد ولی پنهان کرد، خجالت کشید از اینکه دیگران بفهمند، المستتر بالسیئه مغفور الله، خدا میبخشدش. خدا میگه تو حیا کردی. اینو مرحوم مجلسی برداشتش این هست از این روایت، چون امام رضا داره میفهمه همین که پنهان کردی گناهی رو، نمیخواد دیگران بفهمند، خجالت میکشه از اینکه دیگران بفهمند. مرحوم علامه مجلسی چون میفرماید که خود همین حیا و خجالت این گویی یه نوع توبه است، خودش گویی یه نوع توبه است، باعث میشه که خدا ببخشتش. الان بعضیا هستن گناه میکنن عین خیالشون نیست، آشکارا همه ببینن، کثیف‌ترین گناه رو انجام میدن، در معرض دید همه قرار میدن، اینقدر حتاکن، اینقدر بی حیا هستن. اما تویی که یه گناهی کردی خجالت میکشی از این که کسی بفهمه این گناه رو، تو حیا کردی، منم برات دیگه میپوشونم، دیگه این گناه دیگه باز نشه، اصلا بخشیده بشه. در یه روایتی تو تحف العقول پیغمبر اکرم اونجا اومده این روایت که 4 صفت اگر در کسی باشه ولو از سر تا پاش گناه باشه، 4 من کن فیه، 4 صفت اگر در کسی باشه، ولو کان من قرنهی الی قدمهی ذنوبن، ولو از سر تا پاش گناه باشه، بدلها الله حسنات، خدا اصلا اون گناه رو تبدیل به حسنه میکنه. اگه این 4 صفت رو داشته باشه، 1 از این 4 صفت رو داشته باشه، 1 الحیا، حیا داشته باشه، 2 الشکر، شاکر باشه، آدمی باشه که زبانش به شکر باز باشه، 3 حسن الخلق، حسن خلق داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه، و 4 صفت صداقت هستش. صداقت و حسن خلق و شکر و حیا، اینا به قدری محبوب خدا هست، این صفات به قدری خدا اینها رو دوست داره که اگر تو کسی باشه مثل یه آب کر میمونه که اگر گناهانی هم داشته باشه خدا به واسطه اون صفتش میبخشتش. مثل این میمونه که شما ببینید اگه توی استکان کوچیک یه قطره خون بریزه و استکان نجس بشه، توی استکان کوچیک آب یه قطره خون بیفته نجس میشه، اما اگر شما اون قطره خون که هیچی، یه سطل خون رو تو دریا بریزید، انقدر پاکی دریا زیاده که اون خون مستهلک میشه توش، هیچ نجس نمیشه. یه سطل خون رو بریزید تو دریا، هیچ نجس نمیشه، چون پاکی اون دریا زیاده غلبه بکنه بر اون نجاست. گناهان نجاسته، گناهان آلودگیه،
این چهار صفت که پیغمبر فرمود مثل یه دریا پاکیه، حیا، حسن خلق، شکر، صداقت تو کسی باشه اون گناه رو غلبه میکنه برش. در هر حال امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی گناهشو پنهان هم بکنه خدا او رو میبخشدش. الله اکبر. از این خدای مهربان گفت هاتفی از گوشه میخانه دوش، حافظ این رو میگه، هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشن گناه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش، ما گناهمون به اندازه خودمونه، محدوده، خدا عفوش به اندازه خودشه، نامحدوده، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. تو جلد اگه اشتباه نکنم جلد 44 یا 45 بهارالانوار هستش که شخصی خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، گفت منو پاکم کن. حضرت فرمود چی پاکت کنم؟ گفت من مرتکب زنا شدم، مرتکب فحشا شدم، منو پاک، یعنی حد بر من جاری کن، پاکم کن. یعنی امیرالمومنین علیه السلام خواست یه کاری بکنه، این نگه گناهشو، بیان نکنه. حضرت فرمود که شاید خواب نما شدی، شاید اصلا نمیدونی زنا چی هست، شاید خیالاتی شدی. او گفت نه آقا، من مرتکب زنا شدم، میدونم هم چی هستش. حضرت سوال پیچش کرد بلکه این بابا یه جوری بره اقرار نکنه، چون وقتی شخص بیاد خودش اقرار بکنه، چهار بار راجع به زنا اقرار بکنه تو دادگاه پیش قاضی، دیگه حد برش جاری میشه دیگه، اثبات میشه. خودش بیاد چهار بار در رابطه با مسئله زنا اقرار بکنه، دیگه گفت. خب این رفت، حضرت فرمود خب حالا برو، به هر حال اینو یه جوری پیچوندش که ادامه نده. بعد از یه مدتی باز برای بار دوم اومد، گفت منو پاکم کن. در روایت داره که حضرت تجاهل کرد، یعنی گویی اصلا نمیدونه که این کی بود، و چی پاکت کنم. گفت از یه گناهی مرتکب شدم، مرتکب فحشا شدم، پاکم کن. باز حضرت سوال پیچش کرد بلکه این یه جوری رد بکنه بره، باز این شروع کرد اقرار کردن. حضرت سرشو بلند کرد که خدایا این دوبار، تا چهار بار اومد، هر بار حضرت خواست ردش بکنه که این بابا اقرار نکن، نمیخواد بگی، این اقرار کرد. چهارمین بار که شد حضرت عصبانی شد، گفت افلا تاب فی بیته، چرا تو خونش این نرفت توبه بکنه؟ فوالله لتوبته بینه و بین الله افضل من اقامتی الحد علی. اگه میرفت بین خودش و خدا توبه میکرد، بهتر از این بود که من حد برش جاری بکنم، من هی ردش میکنم، هی میاد اقرار. تو یه روایت دیگه که عجیبتر، یه خانومی که از فحشا و زنا حامله شده بود، اومد خدمت امیرالمومنین، گفت منو پاکم کن و حد بر من جاری کن. حضرت با سوال پیشش کرد که یه جوری این بره. این یه مرتبه کامل اقرار کرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خیلی خوب، حالا شما الان بچه‌ای داری که این بچه که گناه نداره که، این باید به دنیا بیاد، حالا برو. این خانم رفت، بعد از مدتی که وضع حمل کرد بچه به دنیا اومد، برای بار دوم اومد، باز شروع کرد اقرار کردم و این کار کردم. باز حضرت یه جوری هم تجاهل کرد، حالا این تعبیر تجاهل نعوذ بالله جسارت به امیرالمومنین علیه السلام نباشه، یعنی خودش رو زد به این که من نمیدونم تو دفعه اول چی بود و کی بود. او باز کامل اقرار کرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خب این بچه الان درسته به دنیا اومده، ولی احتیاج به شیر داره، احتیاج به مادر داره که شیر بهش بده، حالا برو. برای بار دوم این رفت، و بعد از مدتی که به این بچه شیر داد، برای بار سوم اومد و گفت آقا منو پاکم کن. باز حضرت همون سوال ها رو تکرار کرد و همون وضعیت. این کامل اقرار کرد برای بار سوم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که این بچه احتیاج به هر حال داره به یک کسی که تر و خشکش کنه، بزرگش کنه. درسته که شیر دادی، ولی هنوز از آب و گل در نیومده. اینو ردش کرد. این خانم از محکمه که اومد بیرون، از خدمت امیرالمومنین که اومد بیرون، تو این روایت داره که گریه میکرد. برخورد کرد به یه شخص احمقی، عمر ابن حریث، برخورد کرد به او، آدمی که مسئله بلد نیست و نمیفهمه چی کار بکنه. او پرسید که برای چی گریه میکنه؟ گفت سه بار رفتم پیش امیرالمومنین ولی خدا،
اقرار کردم برای اینکه منو پاکم کنه از گناه، حد بر من جاری کنه، هر دفعه یه جوری منو ردم کرد. این دفعه گفته خب این بچه سرپرست بخواد، حالا برو تا یه مقداری از آب و گل در بیاد. او گفتش که خب اگه سرپرست بخواد من سرپرستیش میکنم، تو خیالت راحت باشه من سرپرستیش میکنم. گفت خب میای اینو به امیرالمومنین بگی؟ گفت بله. دو مرتبه برگشتن برای بار چهارم، اومد و اقرار کرد و گفت آقا این هست که سرپرستیش بکنه. حضرت ناراحت شد بود طرف تو پیک که بابا خود تو چقدر نفهم هستی، خب من اینو هی ردش میکنم، ولی خدا یکی ردش میکنه، تو اومدی کمک بدی بهش برای اینکه حد برش جاری بشه، بذار بره بین خودش و خدا توبه بکنه. خود اهل بیت نمیخواستن گناه فاش بشه، نمیخواستن گناه آفتابی بشه، مستتر باشه، پنهان باشه. امام رضا فرمود اون کسی که گناهش رو پنهان میکنه، المستتر رو به سیئه مغفور له، خدا میبخشتش. البته من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم خدمتتون، شما بزرگوارا به هر حال اهل منبر هستید، اهل مجالس هستید، اینو متوجه میشید که بیان مهربانی خدا معناش این نیست که حالا دیگه خیالمون راحت باشه هرچی دل مخواست گناه کنیم. هیچ کسی این برداشت رو نمیکنه، این خیلی برداشت کجکیه که آدم از رفاقت خدا بگه، اون وقت یکی بگه خب حالا چون خیلی رفیقه پس من بهش خیانت بکنم، سو استفاده بکنم، این که نامردیه. آدم وقتی از مهربانی خدا ذکر میکنه و بیان میکنه که سو استفاده نباید از مهربانیش بکنه، به علاوه که خدا مهربانه مهربانه مهربانه، ولی وقتی سخت بگیره، تو دعای افتتاح خوندید و ایقن تو انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، سفت بگیره و سخت بگیره، سخت میگیره. تو روایت هستش که خدا چند چیز رو پنهان کرده، یکی گناه رو، یک گناهی رو تو بین گناهان که اگه کسی اون گناه رو مرتکب بشه اون وقت دیگه توفیق توبه پیدا اصلا نمی کنه. ما چه می دونیم بود چی هست؟ ای چه بسا 9 بار کسی غیبت کرده، خدا میگه حالا تو 10 بار میگه دیگه نمیگذرم، این همون گناهیست که من پنهان کردم، 10 بار غیبت. نمیدونیم ما، من این که دارم عرض میکنم با اون مثال دارم میگم، 9 بار یک کسی دروغی گفته، خدای چی نگفت، تو 10 بار خدا میگه این همونیست که من پنهان کرده بودم، دیگه تا اینجا بود مهلت، بیشتر از این دیگه نیست. وقت وقتی سخت بگیره، سخت میگیره. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون میگفتش که ما یکی از آی احمدی میانجی یکی از خوبان قوم بود که حالا شاید بعضی از رفقای اهل علم خدمت ایشون رسیده باشن. ایشون میگفت یکی از کسانی که من باهاش آشنا بودم از آشنایان ما، که آدم خیر و آدم خوبی هم بود، ثروتمند بود، خدا بهش خیلی چیز داده بود، این یه مرتبه یه کاری انجام داد آنچنان زمین خورد که من گداییش رو هم دیدم، که به گدایی افتاد، همون آدم ثروتمند اون چنانی. گفت یه مرتبه یه خانومی از همسایگانش اومد تو خونش، بهش گفت آقا اگه میشه یه مقدار برنج به من بدید، من بچه خورده دارم، بچه یتیم دارم. این کاش خودش میگفت کاش که من به این خانوم میگفتم که ندارم برو، هلش دادم، هلش دادم، گفتم برو از خونه من بیرون، اینجا اومدی برای گدایی کردن. این خانوم تحقیر رو با تمام وجودش حس کرد، تحقیر رو، هیچی نگفت و رفت. ایشون میگه من همین یک کار رو کردم، آنچنان تو زندگی زمین خوردم که دست به هر معاملهی میزدم توش ضرر میکردم، ورشکست شد، تمام ثروتش رو از دست داد، به گدایی افتاد. گاهی موقعها خداوند متعال تو یه چیزی اگر بگیره سخت میگیره، همون خدای ارحم الراحمین مهلت میده مهلت میده مهلت میده، اما یه جایی هم سخت میگیره. بنابراین این که از رحمت بی نهایت خدا آدم میگه که همین جورم هست، این معناش این نیستش که خدای نکرده آدم سوء استفاده بکنه. در هر حال یه همچه خدایی داره عالم رو اداره میکنه. اصل صفت رحمت او، سبقت رحمته غضبه، صفت رحمتش سبقت بر غضبش داره. حتی اگر بعضی از انبیایش میخواستن یه مقدار چهره غضب خدا رو بیشتر نشون بدن، خدا باشون برخورد میکنه،
حتی اگر بعضی از انبیا، شما یونس رو دیدید تو قرآن دیگه، حضرت یونس یه مقدار چهره غضب رو بیشتر نشون داد، طوری بود که درخواست عذاب کرد برای قومش، درخواست عذاب کرد برای قومش. چند سال تبلیغ کرده بود، 30 سال 40 سال تو قومش تبلیغ کرد، به تعداد انگشتان یک دست بهش بیشتر ایمان نیاوردن. حضرت یونس از خدا درخواست غضب کرد و از قومش هم رفت بیرون. و ظنون الذهب مغاظبا، تو این آیه ای هستش که تو نماز قفیله میخونید، این آیه تو سوره قصصه که یونس غضبناک از قومش رفت بیرون، درخواست عذاب کرد، خداوند متعال تنبیهش کرد، مبتلاش کرد به شکم نهنگ، فالتقمه الحوت، تنبیهش کرد. و تو خود آیه قرآن داره که لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر یونس تو شکم نهنگ ذکر و تسبیح نمی گفت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین رو نمی گفت، خدا می فرماید که للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا قیامت زندانیش می کردن. یونس معصوم پیغمبر با اون عظمت، خدا توی سلول انفرادی گذاشتش که احدی تا حالا اونجوری زندانی نشد. یه سلول حالا بالاخره آدمو تو سلول انفرادی هم میبرن، گاهی موقع هم میارن یه هوایی بخوره، یه نوری ببینه، اما خدا فرمود تو شکم نهنگ قرارش دادم و اگر ذکر و تسبیح ما رو نمیگفت تا قیامت زندانیش میکردم اونجا. للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. چرا چهره غضب ما رو نشون دادی؟ چرا این شکلی برخورد کردی؟ دیشب خدمت شما، دیروز خدمت شما عرض می کردم که رو همین جهت که یه همچین دست مهربانی داره عالم رو مدیریت میکنه، اگه آدم این رو باور بکنه، اون وقت به حسن ظن به خدا میرسه، دیگه به خدا سوء ظن نداره، اون وقت دیگه میگه خدایی دستش پشت من هست، من بندشم، خدا منو دوست داره، با من دشمن نی، قهر نی، دست خدایی پشت من هست که مهربان هست. اون وقت آدم اگر احیانا یه چیزی رو میبینه زود به خدا بدبین نمیشه. اگه دعایی کرد، مثلا دعایی میکنه، میگه این خدای مهربان دعای منو مستجاب میکنه، با حسن ظن دعا میکنه، شک نمیکنه که خدا میتونه، خدا میشنوه حرف من رو، خدا منو میبینه، خدا مستجاب میکنه. ببینید همش با شک. یکی از دلائل استجابت نشدن دعا اینی که با شک و تردید آدم دعا بکنه، این مستجاب نمیشه. و یکی از آداب استجابت دعا اینی که با حسن ظن باشه، به خدا حسن ظن، من دعا میکنم خدا مستجاب بکنه، ارحم الراحمین هست، حرف رو میشنوه، خدا که ازش چیزی کم نمیاد بخواد به من بده. و اگر احیانا یه موقع دیر شد، دیر داد، نداد، یه موقع دیر شد، میگه خب خدا به انبیایش هم گاهی موقع حاجتشون رو دیر میداد. شما تو قرآن سوره کهف رو ببینید، داره که حضرت موسی و برادرش هارون که اونم پیغمبر بود، پیغمبر تبلیغی بود، دعا کردن، خداوند متعال فرمود که قد اجیبت دعوتکما، دعای شما دوتا مستجابه. در روایت داره که 40 سال بعد بهش داد، تو روایت داره که خدا 40 سال بعد بهش داد، یعنی حضرت موسی و برادرش هارون دعا کرده بودن، ظاهرا دعا کرده بودن برای ظهور موسی، چون هنوز ظهور موسی و اینکه بیاد و به هر حال بساط فرعونیان رو در هم بریزه هنوز رخ نداده بود، این دعا رو کردن، 40 سال بعد مستجاب شد. حالا بعضی از ماها گاهی ماها دیر میشه، میگه مثلا خدا ما رو نمیبینه، اصلا خدا به هر حال با ما قهره. خب بابا برای ولیش که مستجاب الدعوه بود 40 سال بعد بهش داد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، رضوان خدا بر ایشون، احیا کننده شیعه در زمان خودش، اون کتاب الغدیر و کتابهایی که ایشون نوشت فوق‌العاده بود. مرحوم علامه امینی یه حاجتی داشت، خیلی میرفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، خب نجف بود دیگه، خیلی میرفت حرم از امیر اون درخواست رو میکرد. یه چند مدت گذشت حاجت بهش داده نشد، یه مرتبه تو حرم امیرالمومنین وایساده بود، دید که یکی از این اعراب قبیله نشین و
روستایی های اطراف نجف، یه بچه تو بغلش بود، اومد، بچه فلج بود، اومد بدون آداب و زیارت و همجور صاف اومد تو حرم امیرالمومنین، این بچه رو گذاشت پای زری، گفت یا ابوالقاسم این بچه من شفا بده. یکی از القاب، یکی از کنیه های امیرالمومنین ابوالقاسم، یعنی فریاد رس، یا ابوالقاسم این بچه من شفا بده به همیشه. علامه امینین نگاش کرد، این بچه مثل یه تیکه گوشت، فلج بود دیگه، دست و پاش لمس بود، افتاد کنار زری. یه چند لحظه که گذشت انگار یه روح اومد تو بدن این بچه، این دست و پاش سفت شد و بلند شد وایساد. یه چند قدم اول کج و کله میرفت، چون فلج مادرزاد بود، یه چند قدم اول کج و کله میرفت، بعد شروع کرد به دویدن و باباش هم دوید از پشت سر بغلش کرد. مردم هم که با چشم شفا رو دیدن ریختن رو این که مثلا یه تیکه لباس این رو بکنن، خدام اومدن این دوتا رو برداشتن بردن. علامه امینی که این صحنه رو دید سرش رو گذاشت رو زری، شروع کرد گریه کردن، خیلی دلش شکست، گفت یا امیرالمومنین اگر بیابون نشین می شدیم زودتر به ما می دادی، بی خودی دوده چراغ خوردیم و زحمت درس خوندن کشیدیم، بی خودی درس خوندیم، اگر بیابان نشین بودیم زودتر به ما می دادی. من این همه التماس کردم مستجاب نشد و خواسته من به من داده نشد. این از گرد را رسید بی آداب و تشریفات، بچه شو انداخت گفت یا ابوالقاسم شفا بده، شما شفا دادی رفت. این رو گفت، چند قطره اشکی ریخت و رفت. شب امیرالمومنین علیه السلام رو خواب دید که حضرت با یه لحن پدرانه بهش گفت شیخ عبدالحسین تو از خودمونی، تو از خودمون هستی، ما بهت دیر میدیم چون دوست داریم زیاد بیای در خونه ما، زیاد بیای در خونه ما، ما تو رو دوستت داریم. به بعضی از اینا اگه زود ندی کفر میگن، اونا طاقتشو ندارن، تو طاقتشو داری، تو طاقتشو داری. شما نگاه بکنید تو هیئت ها وقتی شب غذا پخش میکنن، تو اون کسایی که سرپایی هست وقتی غذا پخش میکنن، ای چه بسا اون آخر غذا گیر خودشون نیاد، اونایی که صاحب هیئتن غذا گیرشون نیاد یا از همه دیرتر گیرشون بیاد، گله نمیکنن چون خودمونی هن، چون خودمونی هن، مال خود همین هیئتن. شیخ عبدالحسین تو مال خودمونی، ما دوست داریم زیاد بیا. گاهی موقعا که با آدم دیر میدن، آدم سوء زن پیدا نکنه به خدا، خدا دوستت داره که میخواد زیاد بیا. گاهی موقعا که بلایی میاد، خدا این بلا رو آورد برای اینکه یه بلای بزرگتر از من دفع بشه. ببینید دم منو داره، خدا منو رها نمیکنه، به والله راحت نمیکنه اگه آدم این حسن زن رو واقعا داشته باشه، به مو میرسه قطع نمیکنه. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل های دولابی رو تو تهران، یه مثال قشنگی میزد، ایشون آدم اهل معرفتی بود، میگفتش که ببین اگر یه کسی که مثلا میلیاردر باشه، مولتی میلیاردر باشه، اصلا یه ثروتش دیگه با پارو ثروت رو جمع، اگه بیاد بهت بگه، بیاد بهت بگه تو فلان معامله وارد شو، برو فلان معامله رو هر جاش ورشکست شدی کم آوردی من پشتتم. اگه یه ثروتمند اینجوری بیاد اینجوری بهت بگه، بگه تو وارد این معامله شو خیالت راحت، هر جا کم آوردی من پشتتم، شما دیگه نگران نیستی، چون میدونی همچی کسی پشت سرت هستش، زمینم بخوری خب اون پشت سرت دیگه، نگران نیست. خدا میگه بنده من تو به یاد من باش، تو با من معامله کن، تو حسن ظن به من داشته باش، من پشتتم، نه مولتی میلیاردر، اون کسی که بی نهایت خزائن آسمان و زمین در دست اوست، بی نهایت قدرت داره، همه چی تو دست اوست، او پشتته. خدا حفظ کنه آقای جوادی آملی رو. ایشون میگفت ما با چند نفر از شاگردان علامه طباطبایی میگفت خدمت علامه طباطبایی رسیدیم، میخواستیم مشرف بشیم به حج، خدمت ایشون رسیدیم، گفتیم حاج آقا ما داریم میریم حج، اگر یه نصیحتی، یه توشه راهی، یه چیزی به ما بگید. علامه طباطبایی یه چیزی گفتن، من تقاضا میکنم این نکته رو، خیلی تو زندگی به دردتون میخوره، اینو خیلی دقت بکنید. ایشون فرمودن که آقایون این آیه قرآن رو که همتون دیدید که خدا میفرماید فذکرونی اذکرکم،
به یاد من باشید، من به یاد شما هستم. اینو که دیدید، این میدونید یعنی چی؟ آقای جوادی ایشون فرمودن که ما گفتیم حاج آقا خودتون بفرمایید. علامه طباطبایی فرمودن ببینید خدا داره بفرمایید که شما به یاد من باشید، منی که همه کاره عالمم، منی که یه برگ از درخت بی اجازه من نمیفته، یه ملکول تو این عالم بی اجازه من جا به جا نمیشه، من پشت شما، شما به یاد من باشید، من پشت شما هستم. اگر کسی این رو باور بکنه و جای کم میاره، بنبست تو زندگیش هست، افسردگی هست، آخر خط هست، این چیزا نیست. تو یکی از جنگ های پیغمبر، پیغمبر اکرم یعنی دوتا لشکر در مقابل همدیگه اردو زده بودن، اما درگیری نبود. لشکر اسلام یه طرف بود، لشکر مشرکین هم یه طرف بود. پیغمبر اکرم رفت زیر یه درختی یه مقدار دورتر از لشکرش برای که استراحتی بکنه تو سایه درخت. یکی از کفار دید پیغمبر رو که دور شد از لشکرش، شخصی به نام قورس. این لشکر پیغمبر رو دور زد از پشت سر که پیغمبر دور شده بود از لشکرش، اومد بالین پیغمبر، شمشیرش رو کشید. پیغمبر که مال خوابیده بود، شمشیرش رو کشید، یه مرتبه بلند فریاد زد یا محمد من یمنع و کم منی صلی الله علیه و آل محمد و عجل فرجه. کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ پیغمبر چشم باز کرد، این دید با شمشیر کشیده بالا سرشه. گفت کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ حالا پیغمبر که میدونه خدا پشتشه، اون خدایی که این اگه بخواد دستش بره بالا اجازه به داره که خدا بهش اجازه بده. لا حول ولا قوه الا بالله. اگه شمشیر بخواد ببره خدا باید اجازه بده. پیغمبر اینا رو باور داره. همجور آروم که خوابیده بود او گفت کی میتونه تو را دست من نجات بده؟ پیغمبر فرمود الله. این بیشتر عصبانی شد، گفت ملله، خدا دیگه کیه؟ شمشیر رو برد بالا، یه سنگی زیر پاش لغزید، عقب عقب رفت خورد زمین. پیغمبر سریع بلند شد، شمشیر را برداشت، گفت من یمنع و کم منی، حالا تو رو چه کسی میتونه دست من نجات بده؟ او گفت لا احد، من کسی رو ندارم، عفوک و کرمک، بزرگی و آقایی خودت، عفو و کرم خودت. پیغمبر فرمود پشت برو، چون اینجوری نمیخواست او رو بکشه، فرمود پشت برو. این از جنگ رفت بیرون، این بزرگی پیغمبر رو دید، از اون جنگ دیگه رفت بیرون. اگه کسی باور داشته باشه این رو، هیچ جا کم نمیاره، تو هیچ سختی، تو هیچ بلا، تو هیچ مشکل، خدایی پشت ماست که همه کاره عالمه. من یه چیزی رو عرض میکنم و بحثم رو جمع میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود من از چهار دسته تعجب میکنم. اینو اگه میتونید به ذهنتون بسپارید، چون چهار تا ذکر امام صادق علیه السلام داده برای چهار دسته افراد. حضرت فرمود که عجب تو من اربعین کیف لا یفزع الی اربعین. تعجب از چهار دسته مردم میکنم که وقتی تو مشکلی قرار میگیرن چرا پناه به چهار چیز نمیبرن. یک، عجب تو لمن خافه، تعجب میکنم از کسی که میترسه، حالا به هر دلیلی از یه چیزی میترسه. کیف لا یفزع الی قوله، چرا به این کلام خدا که یه ذکر خدا داده حسبنا الله و نعم الوکیل، چرا به این پناه نمیبره؟ آدمی که میترسه این ذکر رو بگه حسبنا الله و نعم الوکیل. امام صادق میفرماید چون دنبالش رو ببینید تو قرآن، فانی سمعت الله عز وجل یقول و بعقبه ها، خدا پشت سر این حسبنا الله و نعم الوکیل میفرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اون کسی که اینو میگه که خدا منو بسه، این میرسه به مقصد بدون اینکه هیچ سختی ببینه، هیچ مشکلی ببینه. بسه دوم، عجب تو لمن اغتمه، تعجب بکنم از کسی که غم داره، غصه داره، به هر دلیلی یه غم و غصه رو دلش اومده، تعجب میکنم کیف لا یفزع الی قوله، چرا این آیه قرآن رو، این ذکر رو نمیگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، همون ذکر یونسیه،
فانی سمعت الله عز وجل یقول به عقبه ها، چون من دیدم که خدا تو قرآن بعد از این ذکر میفرماید فاستجبنا له و نجیناه من الغم، کسی که اینو میگه از غم نجاتش میدیم، و کذالک ننجی المؤمنین، این فقط مال یونس نیست، مؤمنین هم اگه این کارو بکنن همینجوری نجاتشون میدیم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دسته سوم، عجبتو لمن مکربه، تعجب میکنم از کسی که میترسه دوچار یک فریبی بشه، تو جمعی قرار گرفته، تو بازار، تو کاسبی، تو یه مثلا جایی که با یه کسایی که احتمال میده اونا دورش بزنن، فریبش بدن، احتمال این میده که کسانی او رو باهاش مکر بکنن، فریبش بدن. امام صادق میفرماید عجب طل من مکربه، تعجب بکنم از کسی که باهاش مکری و فریبی داره انجام میشه، کیف لا یفزع الی قولهی، چرا پناه نمیبره به این ذکر، و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، این رو بگه، افوض امری، واگذار کردم کارم رو به خدا، ان الله بصیر بالعباد، فانی سمعت الله عز وجل یقول به عقبه ها، من خدا رو دیدم تو قرآن که پشت سر این ذکر، پشت سرش فرمود که فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدا اون بدی رو از او دفع میکنه، اون مکر و فریب رو از او دفعش میکنه. بکنم از کسی که دنیا و حلال دنیا رو میخواد، دنیا میخواد، حلال دنیا رو میخواد، کیف لا یفزع الی قوله، چرا پناه نمیبره به قول خدا و به این ذکر، که ذکر چهارمی هست که ما شاء الله لا قوت الا بالله، این تو قرآن، ما شاء الله لا قوت الا بالله، فانی سمعت الله عز وجل یقول به عقبه ها، من خدا رو دیدم تو قرآن که بعد از این ذکر میفرماید که انترن انا اقل من کمالا و ولدن فعسا ربی ان یعطینی خیرا من جنتک، من ندار هستم، فقیر هستم، امیدی که خدا به من بیشتر بده. این چهار تا ذکر رو امام صادق یاد داد، کسی که میترسه به هر دلیلی، حسبنا الله و نعم الوکیل، کسی که غم و غصه داره به هر دلیلی، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کسی که دچار یه مکر و فریب و حیله میشه که دیگران میان دورش بزنن، و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، کسی که دنیا و حلال دنیا رو میخواد، ما شاء الله لا قوت الا بالله. خب اگه کسی باور داشته باشه چنین خدایی پشت سرشه، تو ترسش، تو غمش، تو هر چیزی این خدا پشتته، یه آدم کم میاره هیچ جا تو زندگیش، بن‌بست داره، افسردگی داره، خودکشی داره. دنیایی که الان رسیده متاسفانه به بن‌بست‌ها و افسردگی‌ها و خودکشی‌ها، چون خدا را ندارن، رو پول غلط می‌خورن. سوئد 9 میلیون نفر جمعیت بیشتر نداره، کشور سوئد از مرفه‌ترین کشورهای دنیاست، شاید یک فقیر توش نباشه، اما شما ببینید، تحقیق بکنید، بیشترین درصد خودکشی رو داره. چتونه؟ چرا خودکشی میکنید؟ شما که تو رفاه و ثروت دارید غلط میخورید، چون یه فقر دیگری دارن، فقر مالی ندارن، اما فقر به خدا دارن، خدا رو ندارن، از این جهت تاریکن، افسردن، پژمردن. تو انگلستان میدونید همین چند سال گذشته، همین زمان این ترزامی، این نخست وزیر قبلی، یک وزارت تشکیل شد، وزارت پیشگیری از خودکشی، یه وزارت خونه، وزارت پیشگیری از خودکشی، یه وزارت دیگه یک سال بعدش تأسیس شد، وزارت امور تنهایی، چون افرادی که تو انگلستان تنها هستن و دچار افسردگی و عوارض تنهایی میشن بیش از 9 میلیون نفرن. کل انگلیس 65 میلیون نفر، بیشتر جمعیت نداره، بیش از 9 میلیون نفر تنهان، افسردن، ناراحتن، جدا از دیگران زندگی میکنن. خب اینا ببینید عوارض بیخداییه، اینا عوارض تنها بودن و جدا بودن از خداست. کسی که باور داشته باشه هیچ جا کم نمیاره تو زندگیش، حسن ظن به خدا. عذر میخوام همین مقدار که مصدق شدم. امروز روز سوم محرم هست که معمولا
از وجود نازنین نازنانه امام حسین علیه السلام پس رقیه میگن. بعضی از بزرگان ما، مراجع بزرگ ما نسبت به این نازنانه خیلی ارادت داشتن. من یه چیزی میخوام بگم که قبلش یه آمادگی داشته باشید بهتر بتونید دست به دامن این طفل معصوم بشید. بچه های کربلا ولو بچه بودن اما پیر راه بودن. اون رو حالا من میگذارم یه وقت دیگه میگم که این بچه هایی که تو کربلا 6 ماهه بودن، 3 ساله بودن، این ما به ظاهر میبینیم 6 ماهه و 3 ساله است و الا یک مسیری رو طی کرده از عوالم قبل که اگه کسی اون رو بگذاره روش پیر راهه. به اندازه 100 ساله‌ای که عابد زاهد بوده این رشد بیشتری کرده تو این عالم دنیا. حالا این طفل معصوم تو این سفر اسارت، دختر بچه 3 ساله دارید؟ اونایی که دارن یا داشتن، خواهر 3 ساله دارید؟ چقدر به خصوص دختر کوچیک چقدر مظلوم و بیپناهه، چقدر مظلوم و بیپناهه. این طفل معصوم از اون موقع که چشم باز کرد و به دنیا اومد، مادرش ام اسحاق از دنیا رفت هنگام زایمان. یعنی رقیه امام حسین هم براش پدر بود هم مادر. خیلی از اوقات رو سینه امام حسین خوابش برده بود. فوق‌العاده امام حسین رو دوست داشت و ابا عبدالله هم همینجور، او هم همینجور. حالا الان یه مدتیست بعد از عاشورا که سید الشهدا به شهادت رسید دیگه پدر رو نمیدید، رو سینه پدر دیگه نبود. بلای رقیه گرسنگی و تشنگی و کتک خوردن و بیخوابی نیست. با اینکه گرسنگی میدادن بهشون، با اینکه بیخوابی بهشون می، اما بلای رقیه این چیزا نیست. بلای رقیه سر باباش هست که بالای نیزه میبینه این ور اون ور میره. وقتی او رو میدید باباش که تو بغلش بود الان با سرش رو نیزه است. گاهی موقع تو تنور خاکستری میشه، گاهی موقع هستش از بالای نیزه سر میفته، گاهی موقع قرآن میخونه. درد میکشید، غصه‌دار بود تا تو مجلس یزید. مرحوم محدث قومی تو نفس المحموم میگه وقتی تو مجلس یزید بچه های امام حسین پشت عمشون زینب نشسته بودن، سرک میکشیدن میدیدن چه خبره، میدیدن که اون نانجیب با چوب به لب و دندان امام حسین بر صورت ابا عبدالله میزنه. یکی از دخترای امام حسین گفت عمه جان به این نانجیب بگی چرا اینجوری میکنه. رقیه مریضیش از اونجا شروع شد، تمه حرف زد که بابا جان چرا رگای گردنت اینجوری شد، چرا محاسنت خونین هست. من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا جان کی منو تو بچگیم یتیم کرد تو رو از من گرفت. شروع کرد اینا رو گفتن. بعد رفت سر مقدس رو ببوسه، سرشو جلو برد، فوضعت فمها علا فمه الشریف. یه مرتبه دیدن افتاد و سر از دستای کوچولوش خلط خورد به یه طرفی و خود رقیه به یه طرف دیگری افتاد. الله اکبر. وقتی خواستن دفنش بکنن تو خرابه شام همه گریه میکردن، رقیه رو دفن کردن، این طفل معصوم رو. زینب کبرا بلند شد همه رو آروم کرد، تسلی داد، فقط یک نفر رو نمیتونست. خواهرش ام کلثوم رو قبر رقیه افتاده بود، بلند بلند گریه میکرد. زینب گفت خواهرم من و تو بزرگترین، بچه ها به ما نگاه میکنن، چرا انقدر بیتابی میکنی؟ ام کلثوم گفت زینب جان یه چیزی من دیدم از رقیه که دلم رو آتش میزنه، نمیتونم آروم باشم. تو سفر اسارت وقتی ما رو وارد شام کردن رقیه تو بغل من بود، وقتی نگاهش افتاد به بعضی از بچه های شامی که لقمه نانی تو دستشون هست، آهسته سر به گوش من گذاشت، گفت عمه جان اگه میشه یه لقمه نون به من بدید، من گرسنه هستم. زینب اون چیزی که منو آتش میزنه اینی که این طفل معصوم از دنیا رفت، نتونستم حتی با یه لقمه نان سیرش بکنم. خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خود زیر رو کند. لا حول ولا قوه الا بالله. خدایا با آبروی سید الشهدا و بچه‌هاش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.